بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. همکار عزیزمون مولانا مرجانی در رابطه با حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ که ایام وفاتشان هست مطالب خدمت سروران برادران و مادران و خواهران عرضه کردن. جملات شکسته در این باره هم خدمت شما عرض می شود و ولادت حضرت سیده زارا رضی الله تعالی عنها است و روز زن روز مادر هم در پیشه. لحظه کلماتی در این باره هم خدمت شما عرض میکنم و سفر فربرکت ریاست محترم جمهور و حیات دولت به استان که از اتفاقات بزرگ بود هم خدمت شما کلمه عرض کنم در این رابطه. الله تعالی به همه ما توفیق عمل نصیب بفرماید. منظور از تذکره بزرگان و اولیاء امت و بزرگان دین آن است که ما از سیره اونها اتباع کنیم، راه و روش اونها را، زندگی اونها را ما در زندگی اون پیاده بکنیم، ببینیم عمل کرد این بزرگان چه بوده و چه صفات های زیبایی داشتن که ما باید دنبال این صفات های زیبایی این بزرگان باشیم. سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ این حدیثی که آل حضرت صلی الله علیه وسلم در آخری ایام فرمودن و امام بخاری این حدیث را روایت کرده است که آل حضرت صلی الله علیه وسلم در ایام مریضی در آخرین باری که بر سر منبر رفتن فرمودن که ای مردم، شما هر کسی احسانی کرده و خدمت نسبت به من انجام داده است، فاسخ همه احسانات شما داده شده است. آن حضرت دستور داده که هر کس به شما نیکی می کند، شما عوض نیکیش را در دنیا بدید. اگر کسی نداشت، جزاک الله خیرا بگه، خدا تو را جزای خیر بده. با این جمله دعایی می توانید شما او را فاسخ بدید و عوض بدید. فرمودن من احسانات همه شما را که خدمت کردید برای من، جان فشانی کردید، قربانی دادید، عوضش را به شما داده شده است. غیر از ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ که ایشان جزای خیر ایشان را و عوض نیکی اشرا اللہ تعالی می دهند. فرمودن که این من امن الناس علی ابو بکر، از تمام کسانی که بیشتر بر من منت گذاشتند و از همه مردم بر من بیشتر احسان داره ابو بکر است. در مالش و جانش، نه مالش را از من دریغ کرده و نه جانش را از من دریغ کرده. در سخت‌ترین لحظات که لحظات هجرت بود و در کل طریق هجرت خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم قرار داشتن
سشب در غار ثور و بعد از غار ثور هجرت از مکه تا مدینه منوره و خدمت آن حضرت را جانانه انجام دادن. انسان در چنان سفر نمیتواند ببره هر کس را مگر اون کسی که بسیار او را دوست داره و با او را محرم خود میدانه و بر او اطمینان دارد. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ را به جای خود باد. ای سرگر دیگر و جان فدای دیگر سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ که آن حضرت بستره خود گفت شما اینجا بخواب و امانت های من را که با امانت مردم در دست من هست پشت سر من به مردم بده. و ابو بکر صدیق رضی ابو سیدنا علی آمدن در رخت خواب آن حضرت خان خوابیدن رخت خوابی که اون شب خطر داشت که مورد حمله قرار بگیره و آن حضرت را میخواستن ترور کنن. دو شب سیدنا علی رضی اللہ یک فداکار به جای شو میخوابه و امانت ها را به دست میگیره و اگر آن حضرت به سیدنا علی اعتماد نداشتن و اگر حضرت علی جان فدایی نداشتن چگونه آن حضرت او را به رخت خواب خود خواباندن و او خوابید و امانت ها را به دست او دادن. و شاگرد دیگر اونه که در کل این طریق همراهی میکنه و آن حضرت میخوابند و او حراست و فاسداری انجام میده. در سخت‌ترین لحظات هر کس شما را یاری کرد، شما را مورد تفقد قرار داد، به شما را رسیدگی کرد، به شما همدردی نشان داد، بدونید که او دوست واقعی و جانانه شماست و در طول این سفر هجرت همراهی کرد. اون لحظه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ به جای آن حضرت خوابیدند و این فرزند دیگری آن حضرت و یار دیگری آن حضرت که امانت ها را به دست گرفت و جانش را به خطر انداخت نمیدانست که فردا آن حضرت صلی الله علیه و سلم حکومت تشکیل میدهند و من جانشین آن حضرت میشوم و همینطور سیدنا ابو بکر شاگرد دیگر آن حضرت هم نمیدانست که آن حضرت صاحب حکومت میشوند در مدینه منوره و فردا مسئله جانشینی من مطرح میشود. اینها برای الله، نه برای حکومت، نه برای جانشینی از شأن انسان بعیده. انسانای وارسته نه انسانای مثل ما که برای جانشینی و برای قدرت این کارا بکنه، در حالی که اینا اطلاعی نداشت آینده چی پیش میاد. آینده را جز الله کسی نمیدانست. و روزی بود که مسلمانان توی غارها و آن حضرت هم در غارها فناینده شدند، ولی چقدر اینها قربانی دادن. و بعد در طول این سفر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت را خدمت کردن جایی که می خواستن بخوابن، چیزی می انداختن زیر اندازه و جارا برای آن حضرت مساعد می کردن و خودشون حراست می دادن و فاسداری نشان می دادن و بیدار بودن. و می فرماید تو وسیر راه که ما آمدیم یک جایی نیاز به سایه پیدا کردیم، زهر بود، سنگ بلندی بود و ما آمدیم زیر این سنگ، سایه داشت، جا گرفتیم. من آن حضرت را استراحت دادم، خواباندم و حراست نشان می دادم، دیدم گله گوسفند دارم به همین سنگ می آید و اونها هم برای همین سایه چوفان می آره. اونها را اینجا که آوردن من چوفانا شناختم و چوفانا گفتم که شیر دارید؟ گفتم بله. گوسفندی را گرفتن که شیرش را بدوشن، گفتن شما پستان این گوسفند را تمیز کن و دستای خود را هم زد، گفت دستای خود را هم بزن غبار نباشه و شیری دوشیدن
ve bat şiraz ek parçaya nazuk man rad kardam ve tasfiye kardam ap tuşriktam ve hizmeti al hazreti vahidam al hazreti ruh şidan ta sir şudan ve benim kuşhal şudan ki al hazreti şir kurdam ve bahçe muhabbet bahçe ikhlas bahçe lillahiyat سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید مارا آغای مارا کسی که از مادر و پدر به ما اولاتر هست و برای ما مهمتره و برای ما دل سوزتره خدمت کرده و لحظه همه این صحابه و آل بیت بر ما احسان دارن که اینها خدمت گزاری آن حضرت بودن حراست نشان انجام داد آزان حضرت پاسداری کردن آزان حضرت خدمت کردن جان خودشون را به خطر انداختن تا جان آن حضرت را حفاظت کنن زحمت ها و رنج ها را تحمل کردن تا رنج آن حضرت و زحمت آن حضرت بکاهن و اینها تا آخر وفاداری نشان دادا آن حضرت آخری لحظات زندگیه بالای منبر رفتن و فرمودن که از همه مردم ابو بکر صدیق روایت بخاری است بر من بیشتر احسان داره ولو کنت متخذن خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر من کسی را دوست خلیل او کسی که محبتش در خلال قلبه و در اعماق دله و در ریشه دله فرمودن اگر کسی را خلیل می گرفتم ابو بکر صدیق ما خلیل می گرفت بغیر از الله فرمودن که محبتش در اعماق دله و در ریشه قلب دیگه در انسان ها کسی نیست و اگر بود ابو بکر صدیق این جایگاه ابو بکر صدیق بود که محبتش در خلال قلب من می بود ولیکن مودت الاسلام یا اخوت الاسلام فرمودن برادری اسلامی و دوستی اسلامی با ابو بکر موجوده و خلیل من فرمودن رب العالمین آن حضرت خلیل الله ابراهیم خلیل الله اینها دوستان خاص پروردگارم و رب العالمینم رب العالمین که باید ما او را خلیل بگیریم و شایسته آنه که محبتش در اعماق دل ها و در جز جلد دل و در ریشه قلب قرار بگیره و چقدر این انسان ها وارسته بودن و کارهایشون برای الله بود همه این خدمات که این انجام دادن هر یک از صحابی هر یک از نزدیکان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اینا همه برای الله بود برای رب العالمین انجام دادا و اونهایی که در دامنه احد یا در جای دیگر در کنار آن حضرت مجروح شدن و گردنهایشون هم زده شد و کشته شدن سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر صحابی همه اینها برای الله بود برای نصرت دین خدا نصرت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصرت دین اللہ تعالی و نصرت خود ذات یگانه رب العالمین بود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام همه دارایی های خود را اینها در رای الله دادا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ در جنگ تبوک هیچی نگذاشتن در خانه وقتی آن حضرت دید که اموال حضرت ابو بکر متوجه شد که در خانه چیزی نگذاشته و حضرت عمر اون روز میخواست با حضرت ابو بکر مسابقه بدهد و گفت جلوتر بره در خیر باید مسابقه داد و از یک دیگه جلوتر را فستم کل خیرات معنی همینه به خیرات از یک دیگه بشتابی ولی پرسیده امور شما چقدر از اموال تولا وردی فرمودن که نصف اموال فرمودن ابو بکر شما چه فرمودن من هیچی نگذاشتم گو چه گذاشتی گو نامه
خدا کا گزارش تھا اللہ پر رسول کا گزارش تھا আমরা পয়নে সময় আমি আন্দাজে তফাওতে কে পয়নে ইনকারে সময় তফাওত মওজুদ লাযা আজিজান মান সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা উমর زیاد না কর দা বাদ রহম হযরত 4 মাহ আর 2 সাল ও 4 মাহ খিলাফত কর দা ওয়া জান আলে দর রাহে ইসলাম বা কুওয়াত দর রাহে ইসলাম قربانی دادن ردت ولا ابا بکر لها قضیت ولا ابا حسن لها منعی شمینی ابو بکر در مقابل ردت استادن در مقابل کسانی که خیال کردن بر رفتن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ارتحال آن حضرت دیگر اسلام فاتحش خانده شده است و آل حضرت ابو بکر صدیق در این معامل اینها با شجاعت و جانانه و سرگرانه استاده اسلام تشبیح شد و خوف و خطر و تهدید همه برطرف شده با استادگی حضرت ابو بکر و دیگر صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین الله تعالی ای بزرگان رفع درجات عنایت کند و از جانب ما جزای خیر عنایت کند و ما را توفیق بده که به راه اینها و مسیر اینها که راه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بریم و عمل بکنم سیره این پاکان سیره نیکان برای ما مهمه و من حب تذکرم برای جمیع کسانی که اشعار گاه نعت در برای گذشتگان و مرحومین میخوانند امینی که جنبه پیام داشته باشه صفات اونها سیرت اونها عبادت اونها تذکره بشه که مردم استفاده بکنن بهتره از اینکه تنها ما بخواهیم احساسات خودمون را ابراز بداریم و روز زن هم ولادت سیده حضرت زهرا رضی اللہ تعالی عنہ که زن فرهیخته و زن فرزانه هست و الگوی در واقع هم برای مردان و هم برای زنان برای جامعه اینها الگوی برای همه جامعه نه برای یک قشر خاص و او کسی عزیزان من که زندگی اشراف فقیرانه گذراند و الله را بندگی کردند و الله را عبادت کردند دل به الله دادند دل به دنیا ندادند اینها یه وقت ما این بزرگان قیاس نکنیم با خودمان زنان جامعه خیال نکنند که حضرت زهرا حضرت خدیجه الکبرا حضرت عایشه حضرت مریم و دیگر ازواج مطهرات و دیگر بنات رسول صلی الله علیه و سلم دختران آن حضرت و زنهای تاریخ اسلام و تاریخ بشریت و ادیان اینا مانند ما بودند و اینها کسانی بودند که عشق الله تعالی در دلها اینا قرار داشت به دنیا این یک لحظه توجه نکرد دنیا را برای خود نخواستن اگر دنیا را خواستن برای دیگران خواستن دنیا را برای الله خواستن دنیا را برای دیگران خواستن این بزرگان دنیا را برای نفس خودشون شخص خودشون نخواستن این هیچ وقت دل به زیبایی های دنیا ندادن به زرق و برک دنیا ندادن اینا دل به زیبایی های ایمان به زیبایی های اخلاق به زیبایی های عملکار و به زیبایی های رب العالمین دادن به خدای زیبا اینها دل دادن و اینها وارسته زندگی کردن و شایستن که ما اینا را الگو بگیریم زنان اینها را زن فرهیخته و زن پیشرفته و زن وارسته این ها که شایسته الگو گرفتن لغو زنان امروزه خصوصا در بعض از بلاد که اونها را به عنوان نمونه مطرح میکنن الله رب العزت توفیق بده زنان جامعه ما را که الگو
başal baray zanan hediger, baray cevamen hedi, başarı hediger. Zan, caygah ve manzelet eşmiş yar bozorge, zan be unvane madare, zan doktare, zan hamsare, zan kahare, ve zan caygah aşkolande, ve in zananın ke انسان های تاریخی را از دن آورد در دامن خود پرورش دادند محمد رسول الله را زنان شیر دادند آمنه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را به دنیا آوردند ام ایمان پرورش کردند حلیمه سعدیه بود که پرورش دادند ابراهیم خلیل الله را زنان به دنیا آوردن و شیر دادن و همه انسانای تاریخی هم از زن و مرد در تربیت و گهواره زنان اونها را بزرگ کردن حضرت عیسی را حضرت مریم شیر داد و حضرت موسی را مادر حضرت موسی و لحظه زن نقشش مهمه توی جامعه و هم شرفش هم جایگاهش هم منزلتش و این زنان بودن که در پیش رفت اسلام پیش برد اسلام در هر تاریخ اینها همکاری کردن و اینها جان فشانی کردن نتیجه قربانی زنان و مردانه که جامعه هرچه داره از این فداکاری داره و لحاظه زنان جامعه خود را شرداری آبان و سیره زنان پاکان پاک را اختیار کنن همچون زهرا و همچون زنان دیگر تاریخ اسلام و نقش آفرینی بکنن و الله را با اخلاص وللهیت بندگی کنن الله تعالی توفیق عنایت کنه سفر ریاست محترم جمهور که بعد از ایک تشکیل دولت سومین سفرشون بود که در این استان انجام گرفت واقعا سفر بسیار بسیار خوب بود و از اول سفر تا آخر سفر به دقت بررسی شد و واقعا این سفر استثنائی بود برداشت بنده من سایر سفرهای روسای جمهور بعد از انقلاب دیدم ولی واقعا سفر جناب آقای روحانی واقعا سفر استثنائی بود ایشان رئیس جمهور اعتدالگران و مسیرش که انتخاب کردن برای خود هم در سیاست و هم در اداره کشور و در تمام شؤونات اعتدال را انتخاب کردن و واقعا اعتدال بهترین راه و راه میانه و انشاءالله رئیس که پایدار هست و انشاءالله هم زاهدان تشریف آوردن علاوه از اون جلسه عمومی که شما تشریف داشتید همایتون و بخش بزرگ از مردم زاهدان هم در جلسات دیگر که با علما با نخبگان و هم با افراد تجار و کسبا و صاحبان اقتصاد و با اصناف مختلف جلسه در زاهدان جلسات فشردهی داشتن سفرشون به سیستان و جلسه عمومی و خصوصی که اونجا داشتن با اصناف داشتن با عموم مردم و سفرشون همینطور به چابهار و جلسه های چابهار و بعد جلسه شورای اداری در آخرین شب سفر ایشون مجموع سفر ایشان برای استان بسیار خیر و برکت بزرگی داشت و آن ایشان با نظر بلند و دید وسیع و سخاوت مندانه و بسیار ماهرانه
مشکلات استانہ کاملا شناسائی کردہ و برای مشکلات مهم و طرحای ملی در استان هزینه های هم سرسماور و انگفت تخصیص دادن، تخصیص اعتبار کردن در رابطه با خیلی پروژه های بزرگ که استان میتوانه متحول بکنه، استان میتوانه تغییر در استان ایجاد بکنه، مشکلات استان کاهش بده، طرحی که به نفع اکثر عموم مردمان هم در سیستان برای مردم سیستان که رنج به سر میبرند هم از کمبود آب و مشکلات کشاورزی و مشکلات معیشتی هم تصمیمات بلند اتخاذ کردن، هم در زاهدان در چابهار در برای کل استان الحمدلله پروژه های عظیم و پروژه های بزرگ و تخصیص اعتبار در یه حدی که گزارش دادن که تا بنده تعالی نشنیدم که در هیچ سفر ایران اعتبار تخصیص داده بشه. کسی گزارش دادن که 8000 میلیارد تومان به همین پروژه هایی که بزرگ و ملیه که در استان تصمیمشون گرفته شده برای اینها این اعتبار تخصیص دادن. واقعا سخنرانی ایشان در استادیوم ورزشی زاهدان و زابل بسیار سخنان خیلی تاریخی و امیدوار کننده که روحیه آدم تازه می شود از این صحبتهایی که ایشون کردن هم در جلسات خصوصی و شرح صدر و بسیار دوراندیشی و تشخیص آنچه که در استان چه چیزی موجوده ایشون بر نقطه های حساس انگشت گذاشتن و صحبت بسیار جالب کردن. و فی الجمله آخرین جلسه شورای اداری که در پایگاه کنارک بودم بسیار صحبت خیلی خوبی شد و تصمیمات خوبی فی الجمله در جلسات گرفته شده است و ما از سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت قدردانی می کنیم و تشکر می کنم بنده هم از جانب خود و هم از جانب همه مردم استان. و ما امیدواریم که ثمرات این سفر را بعد از این سفر انشاءالله کم کم ما مشاهده بکنیم و استان ما تحولاتی داشته باشه در زمین اقتصادی، در زمین های بکارگیری نیروهای توانمند بومی و در زمین های مختلف انشاءالله استان تغییراتی داشته باشه و ما برکات این سفر را امیدواریم که مشاهده بکنیم مزید. و جا داره که بنده هم از ایشون تشکر بکنم، هم از استانداری محترم برای برنامه ریزی، واقعا استانداری هم و شخص جناب آقای هاشمی و همکارانشون معاونینشون برنامه ریزی خیلی مهمه و برنامه ریزی در هر استان دست استانداران است و برنامه ریزی بسیار دقیق بود و خوب توانستن اینها با تردد در تهران و زاهدان و منتقل کردن مشکلات و توانستن که حد اکثر بهره و استفاده از سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به نفع استان گرفته بشه. این اندازه بنده هست که خدمت شما عرض می کنم. جا داره بنده تشکر کنم از همه شما مردم عزیز زاهدان. هفته گذشته تاکید کردم خدمت شما که شما استقبال گرمی از مهمان عزیزتون داشته باشید، هم دوستان ببینن هم دشمن ببینه و هم دوست و دشمن نگاه میکنن که مردم چه کار میکنن و واقعا این حضور گسترده شما، حضور فعال شما
که در خور میزبانی شما بود و در خور حرمت ریاست جمهور بود شما انجام دادید. الله شما را جزای خیر بده و شما مهمان نواز خوبید و مهمانی در استان ما بسیار پررنگ و یکی از فرهنگ منطقه ما هست و الله تعالی شما را جزای خیر بده و شما را موفق بکند. و من دو سه تا جمله پیام دارم و اولی پیامم آن است برای مردم استان که مردم استان همگرایی و همدلی خوبی باشند و یک باب نوعی را در باب همدلی و اخوت و وحدت باید باز بکنند. چنان اخوت و همدلی بین مردم استان عام از سیستانی و بلوچ و فارس و شیعه و سنی اقوام و مذاهب استانی باشه که هم دشمنان مایوس بشن چون دشمنان در اختلاف حساب باز میکنن، هم مایوس کن باشه برای دشمنان برای همیشه و تقویتی باشه برای دوستان و برای چنان دولتی که میخواهد کار بکنه در میان شما. و همه مردم استان میخواهم بیک نگاه کنند. حالا عرض کنم که صحبت بر همین هست و مردم استان همه ایرانی هم، همه متعلق به ایران هم، شهروند ایرانی هم و از لحاظ فرهنگی رشد عزیزان من فیش رفته که ما بین بندگان خدا تفاوت قائل نباشیم و همه را به یک دید نگاه بکنیم. این رشد و پیشرفت و ترقی برای مردم استان که اختلاف داشته نباشد و نگاهشون به یک دیگر نگاه برادری باشه، همدلی داشته باشد و تنگ نظران در دنیا که برادری را تحمل نمی کنن، قرابت و خیشاوندی را در نظر نمی گیرن. و لحاظه ما امیدواریم که یک باب نوع ما بتوانیم باز بکنیم، همدردی و همگرایی، اخوات، همکاری و هرچه در گذشته کسی در دل داشته از دلش بیرون بکنه. و این پیام بنده برای همه مردم استانه و دومی پیامم برای همه مردم باز استانه که در راستای امنیت حضورشون فعال باشه و ما استان امنی داشته باشیم، مرزهای ما امن باشن و مرزبانان ما مورد تعرض قرار نگیرن. داخل استان ما شاهد گروگانگیری و رهبندانی و سرقت و رهزنی و مشکلات نباشیم. همه اینا امنیارا شما مردم عزیز، مردم رشید، مردم توانمند استان میتونه هر یک که از زن و مرد وظیفه خودشون را در راستای امنیت انجام بده. افرادی ده که داخل امنی درست میکنن، اینا را هر یک که ما باید نصیحت کنیم و به سر جای خودشون اونا را بنشانیم. استان امن باشه، در سایه امن سروران گرامی استان میتونه آباد باشه، توسعه در سایه اخوات و همدلی و در سایه امن میتونه استان ما توسعه حاصل بکنه. مردم عزیز استان بدانید این نکته را که تا زمانی که ما با هم همکاری داشته نباشیم اصلا امکان نداره استان توسعه حاصل بکنه و اگر استان ناامن باشه هم امکان نداره توسعه حاصل بکنه. توسعه و آبادانی استان ما هم با امنیت، هم با اخوت و برادری، هم دلی و همگرایی است. لذا این نقطه را بدانید، رئیس محترم جمهور، جمهور هم در زایدان و هم در جای دیگه خطاب به مردم گفتن که امنیت از شما مردم میخواهند و فرمودن که نیروهای مسلح پشتیبان شما، در کنار شما، حامی شما، ولی امنیت شما تأمین بکنید. و لحاظا
این خیلی نقطه مهمی بود که ایشان اعتماد به مردم کردن و این نقطه را ایشان مطرح کردن که میدانند ایشان که مردم میتوانند نقش در امنیت داشته باشند، در اخوت داشته باشند. لذا ما امیدواریم که امنیت اینجا پایدار باشه. هم دشمنان جمهوری اسلامی و سرزمین ایران و ملت ایران هم بدانند که آقا اینجا را نمیشه نامر کرد، اینجا نمیشه تفرقه ایجاد کرد. و ایشالله هم استان ما ما مسئولین امر را بدانند که اینجا باید بیشتر هزینه بکنند، سرمایه گذاری بکنند، خدمت بکنند و به مردم بیشتر اعتماد بشه و کسان سوی استفاده نکنند، فرصت سوی استفاده به دشمنان ندی. و از همه سرمایه گذاران دعوت میکنم بنده کسانی که سرمایه داره، الله تعالی ما اون پولی داده و امکانات داده برای اشتغال زایی، هم انشاءالله سرمایه گذاری بکنن در طرحهای مختلف و تا بتوانن ادهی را از مردم مشغول بکنن در کشاورزی، در دامداری، در عمران آباده دادی، در معادن و استخراج معدن، در صنعت و تولید و در شعبه های مختلف و شعونات مختلف انشاءالله سرمایه گذاری انجام بگیره تا هم پول شما بیشتر هم میشه و تکثیر میشه و هم ادهی از مردم که بیکارن و اکثریت بیکارن بتوانم شما ادهی را مشغول بکنه، نانی بخورد، الله تعالی توفیق نایت بکنه و الله تعالی انشاءالله آینده را درخشان بکند، مسلمانان را الله به رشد برسانه که خیر و صلاحشون را همه مسلمان اکثر تشخیص بدن که در چه هست. و ما امیدواریم که انشاءالله یه روزی را ما شاهد باشیم که در تمام دنیا، در تمام قلمرو عالم اسلام امنیتی را شاهد باشیم، اخوات را شاهد باشیم، همدلی را شاهد باشیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی اللهم علی سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا خود را غرق در گناه و غرق در غفلت و غرق در کوتاهی میبینیم. پروردگارا نتوانستیم برای تو بنده صالح باشیم، نتوانستیم در لیست بندگان نیک تو قرار بگیریم، بندگی حق بندگی با ما ادا نشده، بندگی ادا نشده تا برسه به حق بندگی، تقوا را رعایت نکردی تا برسه به حق تقوا، حق فریزگاری. فروردگارا دست سوال و عاجزی و نیایش بسویت و بلنده، درای رحمتت را بر ما بکشا و از همه تکثیرات زندگی ما در گذرن فرما، ما را دریاب با مغفرتت، دریاب با رحمتت، دریاب با عفو گناهان. و الی العالمین دریاب ما
امر بهدایت کاملا مارا الہا بکاروان صالحین نیکان بندگان مقبول تو برسان بما قابلیت عنایت کن و مارا مقبولیت نصیب بفرما مقبول درگاہ مرا للتوفیق بگردان مرا صاحبان بارو حز عظیم در اخلاق و در ایمان و در عمل کردن آنائی که تو فرمودی نزو حز عظیم آنائی که تو فرمودی برال من خاف مقام ربی جنتان آنانی که از خدا می ترسن دو جنت برای اونها مراز اونها بگردن مراز اونهای بگردن که برای تو فکر می کنن و تو را ذکر می کنن و دل دل به تو می دن و اله العالمین با تو راز و نیاز دارن و تو را بندگی می کنن مراز اونهای بگردن که شب و نیمه شب توفیق بندگی تو را دارند و توفیق سجده و عبادت و راز و نیاز تو را دارند آنان آیه بگردن الها که وجودشان در زندگی دنیا مایه خیر برای دیگران مایه نفع خودشون سختی را تعمل میکنن و به دیگران خیر میرسنند و نفع میرسنند دریاب مرا بر رحمت و امداد کن مرا در تمام کارهایی که به ما محول کردی و از ما راضی باش و رضایت خود را نصیب ما بگردان استقامت در دین و خاتمه ایمان نصیب ما بگردان همه گذشتگان مرا بری که رحمت کن و همه مریضان ها شفای عاجل و کامل و زندانی ها را وسیله آزادی و هدایت و همه مشکلات جامعه مرا حل بفرما ربنا تقبل منا پروردگار آب سیستان که به جریان افتاده اللہ اینا برای همیشه به جریان بینداز و اللہ هامونا بار دیگر زنده کن و سرزمین سیستان و بلوچستان بر رحمت آیت آمد کن و به سبب گناه های ما اله العالمین مرا مؤاخذ نکن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه بالدرود خلف الله.